سلام رفقا، به پلاتو خوش اومدین. بعد از خوندن ابی توی کنسرت ارمنستانش که تمام آهنگ رو اشتباه میخونه، خیلی ها به این کارش واکنش نشون میدن که یا اعتراض یا حمایت. او عدل توی اجرای توی گرامی آواردز اومد یه اجرایی رو داشت، هاینوتاشو فالش خوند، ارکستر رو نگر داشت، معذرت خواهی کرد از مردم برای اینکه میدونه رسانه‌ای میشه و اون مردم حرفه‌ای موزیک گوش میکنن. غیر از خود ابی، خیلی ها به مهشید حمله کردن و اونو دلیل اصلی این اتفاق برای ابی میدونن. مهشید هم جواب این افراد رو میده. پس این ویدیو رو از دست ندین تا در ادامه ببینیم داستان این اعتراض ها چیه. فصل داغ کنسرت‌های استانبول و ایروان با یک ویدیو از کنسرت ابی حسابی داغ‌تر شد. با دیدن این کلیپ همه موندن که مگه ابی هم میتونه فالش بخونه؟ فالش یا پلی بک خیلی موضوع جدیدی توی کنسرت‌های ایرانی نیست. قبلا نمونه از فالش خوندن یا پلی بک در بین خواننده‌های ایرانی زیاد دیده بودیم. اما این یکی با بقیه خیلی فرق می‌کنه، چون اونی که این بار فالش می‌خونه ابی هست، خواننده‌ای که کنسرت‌هاش همیشه نمبر وان بوده. حتی اگر بگیم کنسرت‌هاش و اجرای زنده‌اش بهتر از ضبط‌های استودیویش هست، اغراق نکردیم و شاید شما هم با ما موافق باشین. سر و صدای این فالش خوندن ابی توی کنسرت ارمنستانش چند دلیل اصلی داره. اول اینکه از پیر و جوون با آهنگای ابی خاطره دارن، یا لحظای خوش زندگیشون رو ساخته، یا عاشق شدن، یا هزار تا دلیل احساسی که باعث شده تا الان ابی به عنوان یک خواننده محبوب ایرانی ها مطرح بشه. اما با این فالش خوندن اون این خاطرات خوب رو از بین برده. با شنیدن این اجرا طرفدارای ابی دو دسته شدن. دسته اول اونایی که طرفدار دو آتیشه ابی هستن که مخالف این اعتراض ها شدن و به هر وسیله‌ای که میتونن طرفداری خودشون رو نشون دادن. مثل این طرفدار که همه چی رو میندازه تقصیر هواداراش و اینکه مردم قدرشناس ابی نبودن. نه کاراشو خریدن، نه داستان زندگیشو میدونن. از اجرای زنده و صدا برداری هم خبر ندارن، پس نباید اعتراض کنن. یا حتی تندتر هم میرن و مخالفای این اجرای ابی رو شغال و کفدار تشبیه میکنن. اما غیر از این طرفدارای دو آتیشه، بعضی از خواننده ها هم از ابی حمایت میکنن، مثل مجید خراتا که معتقد برای مشکل صدا برداری و گروه ارکستر بوده که ابی اینطوری خونده و نباید با حرفامون خاطرات خوب ابی رو خراب کنیم. خب این درسته، حالا شاید یه مقدار فالش شده، شاید از روی ریتم خارج شده، اما ممکنه صدا تو گوششون خوب نیست، ممکنه گروه داره بالاتر از اون حدی که باید میزنه، شاید قبلش کنسرت رو خیلی بهتر گردوندن، یعنی آخرین آهنگاش رو خسته شدن. به هر جهت مگه چند تا بزرگتر ما داریم هنوز تو موسیقی کشورمون که بخوایم حالا از اینا خورده بگیریم؟ تو این سن و سال واقعا همینی که یک نفر بتونه دو ساعت بیسته روی صحنه خودش هنر بسیار زیادی. اول از خودشون خواهش میکنم، بعد از اطرافیانشون و بعد از مردم که نذارن خاطرات قشنگ و شیرین ما با صدای دلنشین این مرد بزرگ خراب بشه. یک دسته دیگه از طرفدارا و اونایی که اعتراض کردن، دلیل این خوندن ابی رو از سن بالای اون میدونن و معتقدن دیگه فصل بازنشستگی این خواننده رسیده. خب بالاخره 72 سال سن داره و احتمالاً برای اجرای زنده اونم به سبک کنسرت‌های قدیمش پیر شده باشه. البته قبلاً هم اعلام کرده بود که میخواد بازنشست بشه و کنسرت چند سال پیش احتمالاً آخرین کنسرتش باشه، ولی بعد از اون دیدیم که هنوز ابی روی سن ظاهر میشه. آقای ابی، همه شما پیش مردم دیگه رنگی نداره. چند ساله که به دروغین هی دارید میگید که این آخرین تور کنسرت‌های ابی خواهد بود و باز میایید به مردم دروغ میدید. یعنی شما اونقدر دیگه بیچشم و روح شدید، اونقدر دیگه نامرد شدید که واقعا با باورهای انسان‌ها، با باورهای طرفداران خودتون دارید بازی میکنید.
دسته دوم طرفدارا میگن مقصر اصلی همه این اتفاقات برای ابی فقط زن ابی یعنی مهشید و پسر ناتنیش فرشید هستن که برای پول دارن بیش از اندازه از ابی کار میکشن، یعنی انگار میخوان از آب کره بگیرن تا روزی که ابی زنده است و میتونه سرپا باشه اونو روی سن میارن تا پول خوبی به جیب بزنن. حالا بگذاریم از صدای ابی، برگردیم به شخصیت و برگردیم به دیدگاه این آقایی که در عرض این چند سال گذشته متاسفانه آبروریزی پشت آبروریزی. اون چند سال پیش بود که بنده هم در همون کنسرت دبی در پشت صحنه بودم، زمانی بود که در دبی اومدن پشت صحنه، اون لحظه میخواست آهنگ خلیج فارس رو بخونه ولی CID سازمان اطلاعات و پلیس دبی اومدن روی صحنه و موزیک رو نگه داشتن، ایشون رو آوردن پشت صحنه و به ایشون گفتن در مقابل همسر دومشون خانم مهشید که با پسر ناتنیشون که مدیریت برنامه‌های ابی رو به عهده دارن و واقعا میتونم بگم مثل دوتا دراکولا که خون این ابی رو دارن میدوشن و با این شرایطی که اگر کرونا پیش نمیومد مطمئنن خدای نکرده ما شاهد شاید جنازه ابی روی صحنه هم میتونستیم باشه، برای اینکه واقعا بیش از اندازه بیش از حد از توانایی و از انرژی ابی داره سوء استفاده میشه. خب قبل از اینم که ابی روی صحنه بره ماشاءالله همیشه دو تا شیشه ویسکی رو قبلش تموم میکنه، دو تا بلک لیبل میخوره و بعدش هم که روی صحنه میره و آبروریزی که روی صحنه هایی که در همه جای دنیا متاسفانه ما شاهدش بودیم که روی صحنه دراز میکشه و بعد جونم جونم گفتنا و اون لات بازی هایی که روی صحنه در میاره و واقعا در شهر یک خواننده مثل ابی نیست. خب طبق معمول آقای ابی و خانم مهشید و آقای فرشید که مدیریت فرشید که بر پسر ناتنیش از مدیریت رو به عهده دارن، پول رو بر مملکت و غیرت و حیثیت و ناموس و شرف و کشور و خیلی چیزهای دیگه ترجیح دادن و آقای ابی رفت و یه آهنگ دیگه رو خون که البته مردم در اونجا شعار میدادن خلیج فارس خلیج فارس، که ابی اصلا انگار نه انگار که اصلا یه چیزی داره میشنوه. همه کاره ابی و اجراهاش مهشید و پسرخوندش فرشیده. مهشید انقدر قدرت داره که ابی بدون اجازه اون آب هم نمیخوره. تمام آهنگ‌ها، ترانه‌ها و اجراهای زنده به انتخاب مهشید انجام میشه و اون توی همه کنسرت‌ها با ابی حضور داره و مواظب همه کارهای اون هست. همیشه همراه همدیگه هستیم، من همیشه همراه ابی بودم تو سفرها، تو کنسرت‌ها، در همه چیز و خوشبختانه جزو اون کاپلایی بودیم که خیلی موفق تونستیم در کنار هم کار کنیم. من چون واقعا زندگی قبلی داشتم و موفق نبود، چیزی که از مهشید داد گرفتم واقعا همان گونه که هست بود، یعنی مهشید همیشه برای من یک آینه تمام نما بود از نظر اخلاق، از نظر شریک زندگی و این قضیه 27-8 سال هم هست که ادامه داره. شاید یه مثال بهتون بزنم شاید راحت تر باشید. مهشید همیشه که در تو بکستیج پشت صحنه همیشه هست، مواظب من هست، مواظب لباس پوشیدنم هست، همه چی مواظب هست. ولی چیزی که من از روز اول از مهشید فهمیدم که مهشید چقدر با فنای من راحته، چقدر با خانم هایی که میان پشت سه چقدر زیبا برخورد میکنه. این خاصیت رو شما در خانم های خواننده خیلی کم پیدا میکنید. مهشید با کسانی که میان پشت سه با من عکس میگیرن، من رو بغل میکنن، انقدر نایسه، انقدر زیباست، انقدر برخورد زیبایی داره که مهشید قبل از این که بغیر از این که همسر منه، مهشید میتونم به جرات بگم فن منم هست. من تمام ترانه ها، تمام کارهای آلبوم رو
از شروع تا اتمام مهشید منو همیاری میکنه، مهشید به من کمک میکنه، من آهنگ رو که میخونم تموم میشه اولین کسی که میارم میشنوه مهشیده، و وقتی مهشید اوکی به من میگه یعنی این آهنگ تموم شد. از شروع اصلا با همه ترانه ها رو بیشتر با هم انتخاب میکنیم، ملودی ها رو با هم انتخاب میکنیم. اما مهشید در جواب این معترض ها از خوندن ابی با این وضع دفاع میکنه و در واکنش به این ماجرا توضیح میده که این کلیپ که پخش شده بعد از 2.5 ساعت برنامه بوده و فقط چند ثانیه آخرین آهنگ یعنی سبد سبد رو که ابی شدیداً خسته بوده ضبط کردن و همه جا دارن پخشش میکنن. بعد ادامه هم میده که اگر خودشونم بترکونن رابطه بین ابی و مردم رو نمیتونن خراب کنن. هومن خلط بریم که سالهاست در زمینه نقد کار خواننده‌های پاپ فعاله به این خوندن ابی واکنش نشون میده و در جواب این کلیپ برای ابی مینویسه: بارها گفتم هنرمند و موزیسین به خصوص خواننده باید در اوج خدافزی کنه. ضبط استودیو، کلیپ و فیلم قبول، ولی اجرای زنده نه. توی کامنت ها هم دوباره همین حرفا رو تکرار میکنه و توضیح میده که شایسته و بایسته است که بزرگان در اوج باید خداحافظی کنن، اون هم به خصوص برای اجرای زنده. چیزی که مشخصه هم ابی پا به سن گذاشته و هم مهشید و البته خود ابی از پول بدشون نمیاد. اما دلیل اینکه ما ابی رو اینطوری روی سن میبینیم ترکیب همه این دلایله. فقط سوالی که به وجود میاد اینه که ابی هنوز میخواد اجرای زنده رو ادامه بده یا اعتراض ها روش تأثیر میذاره؟ این میل مهشید به پول در آوردن از کنسرت های ابی تا کجا ادامه پیدا میکنه؟ نظر شما چیه؟ کنسرت بعدی ابی رو میبینیم یا نه؟